احمد بیگ سعیدوف محبوسی که شب 18 آگوست از یک بازداشتگاه دوشنبه فرار کرده بود دیگر بار دستگیر شده است. در اداره زندان‌های تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که احمد بیگ سعیدوف 35 ساله صبح 1 اکتبر در حدود ولایت ختلان بازداشت شد. پیش از این وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای افشای جای بود و باشش 50,000 سومانی جایزه پولی اعلان کرده بود. معلوم نیست که او را بر اساس خبری ساکنان پیدا کردند یا با راه دیگر. احمد بیگ سعیدوف ساکنی جماعت زرگری ناحیه کوشانیان ختلان را در آغاز ماه آگوست امسال در قطار 12 کسی دیگر از روسیه به تاجیکستان استرداد کردند. او به حمله غارتگرانه و تصرف بیش از 86,000 سومانی در سال 2007 در دنگره متهم است. منابع رادیو آزادی گفته بودند که ایدیبگ محتاجوف، یک منصبدار بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه نیز به اتهام دست داشتن در فرار این محبوس دستگیر شده است. فرار محبوسان از بازداشتگاه های تاجیکستان نو نیست. مورد پرسر و صدا ترین که با برکناری رئیس وقت کمیته امنیت ملی خیرالدین عبدالرحیموف و تقریبا همه معاونان او انجام یافت، فرار 25 محبوس از بازداشتگاه این کمیته در دوشنبه در ماه آگوست سال 2010 بود. عملیات تعقیب محبوسان فراری تا بازداشت آخرین نفر آنها در عموم بیش از یک سال دراز کشید. در جریان این عملیات به حساب مقامات 14 کس دستگیر و 7 نفر کشته شدند. 3 شهروند افغانستان در قلمرو آن کشور بازداشت شدند ولی کابل آنها را به دوشنبه نسپرد. در سال 2016 نیز چند محبوس از زندان در شهر خوجند فرار کردند. قسمی از آنها دوباره دستگیر و بعضی دیگر هنگام عملیات کشته شدند.